یه خورشت آلو اسفناج خوشمزه باید لعاب خوبی داشته باشه، ترشی آلو توش خوشایند باشه و رنگ جذابی داشته باشه. بریم با هم این خورشت آلو اسفناج خوشمزه رو درست کنیم. سلام، من نرگسم، به کانال من خیلی خوش اومدین. من خورشتم رو برای 4 نفر تهیه کردم. میزان دقیق مواد رو هم توی دیسکریپشن براتون نوشتم. خورشت اسفناج رو به روش‌های مختلف درست می‌کنن. بعضیا با گوشت و بعضی ها هم با مرغ درست می‌کنن. من امروز خورشت اسفناجم رو با مرغ درست می‌کنم. برای درست کردن این خورشت ابتدا مرغ‌ها رو توی روغن سرخ میکنم تا دو طرفش کاملا طلایی بشه. مرغامون سرخ میشه، من اسفناج ها رو خرد میکنم. بهتر از اسفناج تازه استفاده کنید و تا فصلش هست این خورشت خوشمزه رو درست بکنید، چون که اسفناج رو نباید زیاد و طولانی مدت توی فریزر نگهداری کنید. دو طرف مرغا که سرخ شد از روغن خارجش میکنم و توی همون روغن یه دونه پیاز رو که رندش کردم میریزم و تفتش میدم. آلوها رو هم با آب خیس میکنم. روش تهیه این آلو بخارای خوشمزه رو توی کانال دارم، براتون لینکش رو میذارم. بعد هم اسفناج رو توی یه ظرف دیگه مقداری تفتش میدم. نیازی به تفت دادن زیاد نداره، چون اسفناج مثل قرمه سبزی نیست و اگر زیاد بخواین سرخش کنین تلخ میشه. برای سرخ کردن اسفناج هم ترجیحاً از ظرف تفلون و چدن استفاده نکنید. یه مقداری که پیازها سبک شدن بهش زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه میکنن. وقتی که بوی خامی ادویه ها گرفته شد، من یه قاشق مربخوری پودر گوجه هم توش میریزم. طرز تهیه پودر گوجه هم داخل کانال موجوده. بعد مرغ های سرخ شدمون رو داخل همون ظرف قرار میدم. آب جوش روش میریزم و اجازه میدم تا نیم ساعت بپزه. اگر خورشت آلو اسفناجتون رو با گوشت پختین که حدوداً 2 ساعت باید بپزه. اینجا ای کار نمک رو هم بهش اضافه کردیم. بعد اسفناجم رو بهش اضافه میکنم، دوباره اجازه میدم تا 20 دقیقه بپزه. خورشتم که به قول زدن افتاد، نوبت اضافه کردن آلوهایی که از قبل خیسشون کردم. شما از هر آلو خورشتی که دوست داشتین میتونین توی این خورشت آلو اسفناج استفاده بکنین. برای طعم بهترش مقداری ربع آلو بهش اضافه کردم. شما میتونین توی این قسمت به جای ربع آلو از ربع انار استفاده کنین.
در آخر که خورشتمون به روغن افتاد، دو قاشق آب غوره بهش اضافه میکنم. اگر دوست داشتین آب لیمو استفاده کنین. فقط به این نکته توجه داشته باشین موقع هم زدن خورشت آلوتون به این صورت به هم بزنین تا به بافت آلوها صدمه وارد نشه، چون خوشگلی خورشتمون به اینه که آلوها شکل خودشون رو حفظ کرده باشن. بفرمایین اینم از خورشت آلو اسفناج خوشمزه و پاییزی ما. فوق‌العاده این غذا خوشمزه و راحته، میتونین درست کنید و در کنار خانوادتون از خوردنش لذت ببرین. ممنونم تا انتهای ویدیو با من همراهی کردین. با لایک و کامنتاتون از کانال من حمایت بکنین و دوباره به کانال من سر بزنین. خدا نگهدار.